سلام و عرض دوستان عزیز و امیدوارم که حال تک تک تون عالی باشه یک بررسی از وضعیت قیمت بیت کوین داشته باشیم همونطور که میدونید بیت کوین در حال حاضر قیمت فعلی 62000 تا هستش و یه تحلیل اورژانسی باید دیگه داشته باشیم از قیمت بیت کوین ببینیم که این پایین اومدن ها تا کی ادامه دار خواهد بودش رو همین قیمت خواهیم موندش یا تارگت های جدیدی رو به ثبت خواهیم رسود حتما این ویدیو رو تا کامل نگاه کنید کسایی که تازه دارن با شن. یا حالا از قبل بودن ولی داخل کانال تلگرام جوین نشدن سری زیر ویدیو دسکریپشن کاری که باید انجام بدید داخل کانال تلگرام جوین بشید چون که ویدیو اگر داخل کانال یوتیوب کمتر هم گذاشته بشه بیشتر هم گذاشته بشه کانال تلگرام جایی هستش که خبرها رو ما داریم لحظه ای اونجا میذاریم یعنی خبری بیاد از مثلا از ارزهای دیجیتال دیگه سری اونجا گذاشته میشه که شما بتونید اون خبرها رو پیدا کنید و برید سمتشون و ازشون یه حالا یه منبعی داشته باشه خب بریم شروع کنیم اول از همه قیمت فعلی 62000 دلار هستش یه سری به بازار بزنیم در حال حاضر خب مارکت کپ بیت کوین دوباره برگشت زیر عدد 2 تریلیون و 400 میلیارد تا خیلی ازتون یادتون هستش که 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار رو من همیشه یه تارگت گذاشته بودم گفته بودم آقا اینجا یه تارگتیه که قیمت بیت کوین رو هر قیمتی که باشه مارکت کپ دیگه نباید بیاد پایین یعنی مارکت کپ دیگه اصلاح زیادتری رو نداشته باشه که می‌بینیم الان در حال حاضر مارکت کپ بیت کوین رسیده به دو تریلیون و 200 میلیارد دلار و چیزی حدود 30 دهم حالا عددش رو اینجا میبینی که این کروز داشته افزایش پیدا کرده حالا مارکت کپ تی 24 ساعت گذشته تغییر آنچنان خاصی نداشته رو همین قیمت مونده ولی نکته ای که هستش ما الان زیر عدد دو تریلیون و 400 تا هستیم و من تحلیلی که رو قیمت بیت کوین انجام دادم بیشترم حالا تو کانال وی ما, ما پوزیشن که میگیریم پوزیشن های شورت هستش میریم روی پوزیشن های چونکه چون که بازار تمایل داره که یه کوچولو هم اصلاح داشته باشه آخرین تحلیل بنده رو نمیدونم یادتون هستش یا نه تحلیلی که انجام دادیم گفتیم آقا تارگت نهایت پایین اومدن قیمت بیت کوین تو تایم فریم روزانه مشخصه دیگه رو چه عددی هسته چه عددی رو میتونه ببینه تو تایم فریم حالا هفتگی شاید یه عدد دیگه ای رو ببینه ولی تو تایم فریم روزانه هم باز یه عدد دیگه ای هستش بازار حالا همراه با مابقی کریپتوکارنسی های حرکتی رو داشته اتریوم کاهشش بیشتر بوده فقط نکته ای که مهم اینه که آلت کوین ها بیشتر کاهش پیدا کردن نسبت به بیت کوین یعنی بیت کوین از 73 شده مثلا 61 اتریوم شاید بیشتر از مثلا اومده از بیت کوین کاهش داشته اینا حالا علتشون هم اگر ما بخوایم بدونیم آقا علتش که این اتفاق افتاده و ما میبینیم که آقا مارکت کپ میاد کاهش پیدا میکنه بیت کوین برمیگرده به سمت و اینه که پول الان در حال حاضر درون بیت کوین هست شما اگر اگر برید نموداری بیت کوین نگاه کنید این روزها هم بچه بچا وضعیت اینترنت به شدت افتضاح الان شما دارید نگاه میکنید اینترنت من خیلی پر سورته. ولی بازم لود کردنش میبینی که زمان میبره گاهی وقتا این اتفاق میفته حالا ربطی هم به پر بودن یا پر نبودن نداره مشکل از اون بالا هستش و این باعث میشه که یک کمی ما ببینیم که آقا اینترنت خوب نیستش حالا اینجا لودش کرد الان تایم فریم روزانه هستیم نهایت پایین اومدن قیمت بیت کوین رو روی چه عددی ما گذاشتیم تقریبا عددی که میشه روش حساب باز کرد عدد تقریبا اینجاها 52 هزار تا هستش یعنی قیمت بیت کوین نهایت پایین اومدنش عدد 52000 هزار دلار هستش که من تارگت یکی آقا میگم آقا قیمت بیت کوین میاد کاهش پیدا میکنه باید تتر تو کیف پول های خودمون نگهداری کنیم تتر باید داشته باشیم که خدای نکرده قیمت بیت کوین اومد استاکر بسن اینجا دیگه شرمنده نشیم نگاه کنیم به کیف پولمون ببینیم که تتری وجود نداره باشه پس تتراتون رو آماده کنید به زودی ممکن هستش که قیمت یه پایینی بزنه و بعد دوباره حرکت کنیم به سمت بالا هر لحظه ممکنه که این اتفاق بیفته ولی شما تتراتون رو نگه دارید تتر داشته باشید اگر مثلا پولی دارید فعلا خرید نکنید منتظر ویدیوها باشید که به زودی زمان خریدش رو بهتون خواهم گفت من هر ماه از ارز حالا مختلف خرید میکنم استراتژی من اینه که مثلا اتریوم رو بخرم هر ماه سولانا رو بخرم هر ماه یکیش انتخاب میکنم هر بعضی مثلا تمام سرمایه رو هر ماه اگر یه مقدار پولی به دستم که میاد اولا درآمدی کسب میکنیم رو میای میذاریم روی اتریوم دومی دو شما مثلا میذاریم روی مثلا سولانو یا بخش بندی میکنیم اون حالا به کنار اون بلند مدت هستش ولی تتر همچنان تو کیف پول هامون هستش و بیننده ما هستش که ببینیم که در آینده قیمت اگر حالا یه پایین خیلی کوچیکی زد ما سری وارد پوزیشن بشیم و باهاش به سمت بالا بیایم حرکت کنیم و یه جهشی از سمت بیت کوین ما ببینیم ما بقیه ارزهای تا داخل بازار که وجود دارن همطور که گفتم پول الان در حال حاضر درون بیت کوین هستش ما ممکنه که طی این پرسه ای که داریم طی میکنیم یک ماه دو ماه سه ماه آینده بیت کوین کافیه که بار دیگه برگرده مثلا عدد 71 و 70 هزار تا رو ببینه این عدد رو دید خب آلت کوین ها انفجاری رشد میکنن یعنی ممکنه که اتریوم قیمت 5000 تا هم بیاد رد کنه 6000 تا هم رد کنه یعنی رشد خیلی فوق العاده ای از سمت ارزی دیشال خواهد بودش علتش چیه ببین بیت کوین الان چند تا 62000 تا داره نوسان میکنه دیگه درست اینجا 61900 زده 62000 تا اینجا داره نوسان میکنه دیگه درسته قیمت که برمیگرده به سمت بالا ببین موانعی که داره یکیش اینجا هستش مقاومتاشو میخوام علتشو میخوام بهتون بگم یه تکنیک آموزشی هم داشته باشیم 64000 تا یه مقاومت بالاتر عدد چند 67000 تا هستش بالاتر عدد 72000 تا اینجا مقاومتایی هستند که بیت کوین بهشون برخورد میکنه چون که پول الان در حال حاضر درون بیت کوین هستش یه مقدارش اینجا خارج میشه میره سمت آلت کوین ها یه مقدارش اینجا خارج میشه یه مقدارش هم اینجا رو عدد 70 تا 72000 تا خارج میشه این پولا خارج میشن کجا میرن میرن سمت آلت کوین ها یعنی تزریق میشن یکی یکی اینجوری پایین 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 آلت کوین ها یکی یکی رشدای خودشونو تجربه میکنن که ما باید اون آلت کوین هایی که در آینده میتونن رشدای فوق العاده ای رو داشته باشن رو شناسایی کنیم که به زودی قرار هستش که یه سبدی هم معرفی بشن. اون ارزای دیجیتالی که خودم دارم میخرم رو بهتون معرفی کنم شما هم بخرید داخل کیف پولای خودتون داشته باشید و باهاش کیف کنید دیگه به سمت بالا حرکت کنید بیت کوین فرصت خریداتون رو تکمیل کنید ولی فعلا باید تترامون رو نگهداری کنیم سر داشته باشیم اون زمانشه که رسید دوباره بیایم ورود کنیم به بازار ارزای دیجیتال همچنان داخل منظور از این تتر نگهداری نیست برید تبدیل کنید به تتر نه تتر منظور این هستش که آقا یه پولی دستت هستش میخوای ارزهای دیشال بخری نه صبر کن منتظر باش ببینیم که قراره چه اتفاقی بیفته زمانش رسید با هم دیگه میخریم و به سمت بالا میفروشیم تحلیلایی که ما انجام میدیم خب منم مثلا شاید میتونم برم خبرها رو نگاه کنم اخبار رو بررسی کنم که یه کمی تایم ویدیو کلا بره سمت اخبار اینا ولی اونا رو خیلی بررسی نمیکنم چون که هیچ کدومش به درد نمیخوره شما باید تکنیکالی وضعیت ارز تقاضا نگاه کنی ببینید که آقا بالا میره یا پایین میاد نکات آموز داخل خود بازار هستش خبرها خوبه ها بخونیم فاندامنتال خوبه ها بریم سمت فاندامنتال که تک تک فاندامنتال رو میگم داخل کانال تلگرام گذاشت نمیشه تمام اخباری که باید شما بدونید رو داشته باشید رو زیر ویدیو دیسکریپشن لینک کانال تلگرام هستش سری اونجا جوین بشید اونجا کامل توضیح داده شده که آقا مثلا خبرهایی که منتشر میشه شیبا مثلا این همه نهنگ ازش خرید یا مثلا هش مثلا بیت کوین چقدر اومده افزایش پیدا کرده تک تک اینها داخل کانال کانال تلگرام گذاشته میشه که میتونید برید اونجا استفاده کنید این از این موضوع حالا ما تله خودمون انجام دادیم نکات مهم رو گفتیم و پایین تر حالا ارزهای دیشال زیادی هستن سبد معرفی میشه میگیم بهتون که چه ارزایی رو بخرید پول کادادم جالب لوگوش میبینی که داره چه اتفاقی میفته ولی بیشتر حواستون به سولونا جمع باشه تریدرها کسایی که دارن ترید میکنه حالا بچه کانال اعضای وی آی خودشون سیگنال اونجا گذاشته میشه استفاده میکنن تا به این لحظه که خودش برای این مثبت پیامم ندیدا دوباره ثبت نام وی‌آی‌پی چون که زمانش به اتمام رسیده شاید بره 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه دوباره تصمیم بگیرم که کانال وی‌آی‌پی رو بذارم اون زمانش که باید ثبت نام می‌کردی باید اون تایم به چنگش می‌گرفتید و داخل کانال وی‌آی‌پی عضو می‌شودی چون که تا به این لحظه برایان مثبت بوده و بچه‌ها تونستن از کانال وی‌آی‌پی استفاده کنن در کل وضعیت بازار ارز دلار سعودی استش تحلیل اورژانسی مون هم این بودش که آقا صبر داشته باشید تترتون رو نگهداری کنید نهایت پایین اومدن اصلاح بیت کوین عدد 52000 دلار هستش یعنی بیت کوین میتونه بیاد 52000 تا رو ببینه حالا شادو میتونه داشته باشه تا مثلا 50 51 اینا کاری نداریم ولی 52000 تا شکسته نمیتونه بشه چون که پول های خیلی زیادی اینجا خوابیده تو تایم فریم هفتگی هم که اگر شما دقت کنید قیمت بخواد کاهش داشته باشه خب طبق تحلیل ها طبق که تح... تحلیل ها اگر بخوایم تکنیکالی نگاه کنیم خیلی ها خوشحال میشن عدد مثلا 52000 هزار تا رو ببینه چرا چون که اینجا ما یه حالت مقاومت شک داشتیم خب یه بریک آفتی شک گرفته دوباره برگشته این زیر این برگشت زیر عدد 52000 هزار تا رو ببینه یعنی تایید ریزش بیت کوین هستش این موضوع خیلی ها اینو میخوان که اتفاق بیفته ولی من برعکسش رو میگم یعنی کلا مقابله میکنم با تمام تحلیلات تکن... تکنیکال ها میگم که آقا 52 51 53 رو دید فرصت خرید برای اینکه به سمت بالا باهاش بیایم حرکت کنیم دیگه در این حد تحلیل درستی باید انجام بدیم از سمت بیت کوین تایم فریم هفتگیش هم نگاه کنیم ما آخرین باری که از تایم فریم هفتگیش تونستیم دیتا به دست بیاریم اینا رو برسی کردیم چند درصد بود 21 22 اینجا چند درصد بود 22 تقریبا اینجا چند درصد بود این پایین اومده اینم 23 22 اینجا چند درصد چیزی حدود 23 22 یعنی تموم شده دیگه این مش کم کم اینجوری اگر قیمت یه کمی کج بشه به سمت بالا حرکت کنه با این را ببندیم به این شکل باهاش به سمت بالا حرکت کنیم و این تارگت 76000 تای ما چرا پاک شده من الان دیدم 76000 تای 100 درصدی ما که میفته تقریبا اینجا عدد 76000 تا که 100 درصد باید این عدد رو ببینه من تمام نکات رو گفتم بازم اگر سوالی داشته باشید بپرسید این زیر نظرتون رو بنویسید و توصیه که دارم سری سری راجب نات کوین یه نکته بگم نات کوین به زودی قراره که لیست بشه کسایی که یه تعداد زیادی تونستن جمع کنن ویدیوهای نات کوین حتما حتما دنبال کنن چون که این روزها خبر نات کوین لیست شدنش داره میاد و این باعث خواهد شد که نات کوین در آینده جهش خیلی فوق العاده ای رو داشته باشه و ما هم بتونیم ازش یه سودی رو به دست بیاریم من تقریبا 94000 تا نات کوین دارم که اون 94000 تا رو پله پله, پله با هم دیگه قرار تبدیلش کنیم و یه سود خیلی فوق العاده ای رو بگیریم من تمام نکات رو گفتم بازم اگر سوالی داشته باشید این زیر بپرسید تلگرام سری جوین بشید ببین من بارها دارم تلگرام رو تاکید میکنم چرا چون که مهمه کانال تلگرام ما بیایم اونجا سبت از عضو بشیم ثبت نام میخواستم بگم عضو بشیم اونجا و خبرها رو دنبال کنیم لحظه به لحظه فعلا خدا نگهدار ویدیوها رو دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار